به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید بسیار خوشحال هستم که شاگردای عزیز در خدمت شما می باشم شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سنف هفتم خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صرف هفته ما با هم میخوانیم درست است؟ فصل پنجم هستیم فصل پنجم عنوان شیست مسلس ها و چند زلی ها درست است؟ درس هفته و بخیر امروز با هم میخوانیم اما درس امروز ما و شما درس امروز ما و شما چی است؟ مجموع زاویه های داخلی یک چند ای سیست؟ ما و شما میخوایم بفهمیم که اگر ما و شما یک چند زلی داشته باشیم حالی چند زلی میتونه سه زلی باشد، چهار زلی باشد، پنج زلی باشد، فرق نمیکنه. حالی ما چی کنیم؟ زاویه های داخلی از او را. کلش اندازه بگیریم و با همدیگه جمع کنیم. سعی است. با اون میگیم چی؟ مجموع. مجموع زاویه های داخلی یک چند زلی را میخوایم بفهمیم که چند درجه میشه. درست است؟ خب قبلی که درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را باید به با ما روان میکردی. از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است؟ دو صفر 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری هم که به شما خواندم درست است شاگردای عزیز پس میریم سر تخته درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ مجموع زاویه های داخلی یک چند زلی. خب قبل که ما بیایم چی کنم شاگرد عزیز درس شروع کنیم و بگیم که مجموع زاوی های داخل یک چند چی میشه ما اول چند را یادآوری میکنم برایتان یادتان است در درس گذشته ما با شما چند را خواندیم گفتیم چند چی است یک خط منکسر یا خط شکسته که سه چی داشت ویژگی می داشت نه اول چی بود گفتیم باید خط شکسته باشه و دوم چی بود دوم گفتیم باید بسته باشد یعنی باز نباشد و سوم چی بود سوم گفتیم فقط در ابتدا و انتها میتونه یک دیگر را قطع کنن در غیر ابتدا و انتها دیگه یک دیگر را قطع کنه و چی میشه چنزلی نیست درست است پس آل ما شما چی میکنیم شاگرد عزیز چند زلیمه چند چنزلی زلیمه و یا را دستبندی میکنم براتون بهش میگیم این چند زلیست شاگردای عزیز آفرین این چند زلیسته چهار زلیسته خب سه شرط دارد خط شکست است یا منکسر است میگیم بله خط شکسته است خط خمیده یا منحنی نیست درست است خب دیگه چی دیگه گفتیم بسته باشد بسته شد ابتدا و انتها هم دیگه رو چی کرد؟ قد کرد من از اینجا کشیدم دیگه درست است شکل کشیدم و چی میگیم دیگه چی گفتیم غیر ابتدای انتا جای دیگه یک دیگر قد نکنه سعی است که بله پس این چی است این یک چنزلی ولی به عنوان مثال این را اگه یادتون باشد گفتیم چندزلی نیست چون علاوه بر ابتدا و انتها یک جای دیگر هم خود قد میکنه صحیح است پس این چنزلی نیست اما این چنزلی است درست است خب شاگردای عزیز ما چندزلی ها را به دو کلی تقسیم میکنیم بدون دو دسته کلی چند زلی ها را تقسیم میکنیم به عنوان مثال یک تایی چند زلی و یک چند زلی دیگه هم بهتون میکشیم به این شکل باشد سهیست؟ این چند زلی است عزیز؟ یک دو سه چهار، این چهار زلی است چهار زلی و این چند زلی است؟ یک دو سه چهار پنج زلی است؟ خب شاگرده عزیز ما چند ها را به شک دستبندی میکنیم میگیم که اگر ما و شما بیاییم اگر ما و شما امی از لای چند را از دو طرف ادامه بدیم یا امتداد بدیم به نام مثال امی زل اول ما و شما از دو طرف ادامه بدیم صحیح است این زل ما ادامه بدیم به شک میشه و دیگه زل ادامه بدیم به شک میشه دیگر زل هم کلش ادامه بدیم به شک میشه خب عالی دومی را اگه ما و شما زل هاش ادامه بدیم به چه شک میشه دقت کنید ما را ادامه بدیم به شک میشه صحیح یا این ادامه میتون به این میشه چه فرق داره ما بعضی از چنزلی ها مثل چندزلی پایان که ما دا اینجا داریم اگر ما از یک زل ادامه بتون از داخل چندزلی تر میشه یا عبور میکنه صحیح اما دی دا بالای به شک نیست شما زل هاش ادامه بتین دا داخل چندزلی نمیره و همه چی میشه در خارج چندزلی قرار داره درست است پس به این چنزلی ها میگیم چنزلی های محدب و به این ها میگیم چنزلی های صحیح پس محدب مقر پس ما چی است شاگرد عزیز اگر ما بعضی از زل را ادامه بدیم یا امتداد دهیم داخل چند زلی قرار میگیره اما یا نیست یا شما هر زلش ادامه یا امتداد بدین داخل چند زلی قرار نمیگیره سیست؟ پس به این میگیم چاچی به این میگیم محدب و به چی میگیم مقر صحیح پس چند محدب و مقرر میفهمیم محدب چند, چند است که اگر ما و شما از لای از او را امتداد بدهیم یا ادامه بدیم خطش بکشیم داخل چند قرار نمیگیره اما مقرر چی است اگر ما از لای او را ادامه بدیم البته همه زلایش نه مثلا بنان مثلا را ادامه بدیم نگاه کن شاگرد عزیز داخل چند نیست بعضی از زلها بعضی از زل ها اگر ادامه بیتیم چی میشه امتداد از در دا داخل چند زلی قرار میگیره به عنوان مثال اینی زل ما شما ادامه دادیم دیدیم که در چی است در داخل چند زلی قرار گرفت پس چند زلی و مقرف ها و یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز ما وقتی میگیم چند زلی منظور ما چند زلی است سیست پس این دزن باشد اگر در کتاب ما شما نوشته شده و چند و مشخص نکرده بود که محدب یا مقرف محدب است مقر باید 100 فیصد با ما شما نوشته کنه چند زلی مقر است؟ پس چند اگر نوشته نکنه که ناوش چی است محدب گرفته میشه درست است؟ خب آل ما و شما درس ما و شما چی است؟ مجموع زاویه های داخلی یک چند خب ناوش چی است؟ محدب آفرین چون ناوش گرفته نشده پس چی است؟ چند زلی محدب ما و شما کار داریم پس درس امروز ما و شما چی است عزیز؟ مجموع زاویه های داخلی یک چند زلیه محدب که محدبش گفتیم نوشته معمولا نمیکنن درست است خب پس ما یار پاک میکنم پس چند زلی محدب و حال ما و شما چی است با این محدبا کار داریم میخوای ببینیم که یک سه زلی به عنوان مثال یک مثلث مجموع زاویه داخلی چند درجه میشه یک چهار چند درجه میشه یک پنج چند درجه میشه و تا لایتناهی صحیح پس ما تختر پاک و درس ادامه میدیم با هم دیگه خب شاگرده عزیز پس من نوشته میکنم مجموع زاوی های داخلی یک چند ای خب شاگرده عزیز اگر یادتان باشد در درس های گذشته ما گفتیم که یک تا مثلث در رابطه مسلس گفتیم. زدیم گفتیم هر مثلث دلخواهی باشد فرقی نمیکنه با نان مثلث A B و C گفتیم اگر ما شما زاوی داخلی با زاوی زاوی و شما بیایم زاویه داخلی از با نان مثال زاویه A زاویه B و زاویه C را یا رو با نقاله ما و شما اندازه بگیریم و این عدد ها رو با هم کنیم جمع کنیم دقیقاً گفتیم چند میشه یا تا نص بگین خودتان آفرین چند 180 درجه آفرین پس ما زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C اگر ما یا با نقاله حساب کنم اندازه بگیرم و با همدیگه جمعه سازم چند میشه؟ 180 درجه میشه درست است؟ پس در هر مثلث دل را قبلا گفته بودیم در هر مثلث دلها فرق نمیکنه مثلث هر نوعی باشه فرقی نمیکنه مجموع زاویه های داخلی از چند درجه میشه 180 درجه خود گفتیم قبلا گفته بودیم نه حالا به عنوان مثال یک چارزلی داشته باشیم ما و شما یک چارزلی اگر داشته باشیم میخوایم بفهمیم که مجموع زوایای داخلی از چند درجه میشه به عنوان مثال این چارزلی وقتی میگیم چارزلی نوعش مشخص نمیکنیم چی است نوعش محدب است اما گفتیم دیگه درست است پس چارزلی A B C و D سهیست؟ اینیز چار زاویه رو با هم جمع بسازیم و بگیم چند درجه میشه مجموعش چند درجه میشه خب شاگرده عزیز برای کسی که ما بفهمیم چند درجه میشه ما اگر بیایم از این چار زیلر یک تا قطر از این رسم کنیم قطر خب میفاهمیم چی هست نه دقت کن شاگرده عزیز پارقتخطی خطی که ای رو به بی وست کنند به اون میگیم زل صحیح اما قطعه که ای را به سی وصل کنه به با اسلام به چی میگیم میگیم قطر صحیح پس ما و شما اگر یک تا قطر از ایر من رسم بسازم میبینیم تبدیل به چند مثلث میشه شاگردای عزیز به دو مثلث تبدیل میشه اینی ای بی سی یک تا مثلث یعنی مثلث بالا صحیح و ای دی سی چی میشه یعنی مثلث پای... پایین میشه پس به دو مثلث میتونیم می چی جور کنیم درست است خب حال شاگردای عزیز از این ما رو میفهمیم که یک مثلث دلخواه هر مثلث باشه فرق فهم میکنه مجموع زوای داخلی چند درجه است؟ یک سد درجه آفرین خب چهار زلی رو ما شما کردیم؟ به دو مثلث تبدیل کردیم پس ما اگه این مثلث بالا رو دریافت کنیم این زاویه ها میشه و مثلث پایین زاویش دریافت کنیم یا میشه سیست؟ این زاویه میشه و یار اگر با هم جمع بسازیم مجموع زوای داخلی یک زلی میشه پس دو تا مثلث داریم سیست؟ این مثلث پایان ما با دیگه رنگ مشخص کنید که بفهمی خب هر مثلث چند درجه است مجموع زوایای داخلی از او 180 درجه آفرین پس چی میشه جمع A زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C جمع زاویه دی مساوی میشه با چون دو مثلث شده میشه چی 180 جمع 180 درجه که چند میشه که 360 درجه میشه پس شاگردای عزیز هر چارزلی که ما و شما داشته باشیم فرق نمیکنه هر چارزلی باشه مربع باشه مستطیل باشه لوزی باشه متوازی لازم باشه فرق نمیکنه هر چارزلی که باشه ما و شما او رو میتونیم به دو مثلث تبدیل کنیم اگر یک تا قطر از رو بکشیم دو مثلث جور میشه به ما و شما درست است خب عالی هر مثلث چند درجه است مجموع زوای داخلی از او 180 پس دو مثلث میشه 180 جمع 180 یا میتونیم نوشته کنیم به شکل به جای 180 جمع 180 نوشته میکنیم چون دو تا مثلث شده پس می نوشته میکنیم دو زب داره 180 که چند میشه؟ 360 درجه میشه پس ما از این طریق استفاده می کنیم صحیح یک چهارزلی چند تا مثلث میشه دو تا مثلث پس میشه دو ضرب در 180 چون هر مثلث مجموع زاویه داخلی از چند درجه است 180 درجه پس جوابش میشه 360 درجه صحیح شد فهمید تا اینجا دیگه نه خب شاگردای عزیز ممکنه بعضی از شاگردا سوال کنه که استاد ما و شما اگر یک تا مثلا یک تا چارزلی مثلا با نام مثال داشته این چارزلی ما و شما باشد بیایم بگیم خب اینی قطر میشه اینی قطر ما میتونیم در دو قطر رسم کنیم ده اونجا چهار تا مثلث میشه میگیم بله ده این چهار مثلث میشه ولی شما اگر ما و شما بخوایم این دو قطر رو رسم کنیم دقت کن شاگرد عزیز ما زاویه در دریافت میکنیم یعنی زاویه یا زاویه یا کلش دریافت میشه و اینی چهار زاویه و هم دریافت میشه اگر چهار مثلثی رو جور کنیم اگر دو خط اجرا رسم کنیم چهار مثلث جور میشه و ما 4 ضرب در 180 کنیم این زاویه داخل از این حساب میشه ما و شما یار نمیخوایم ما فا... ما و شما فقط رو میخواستیم دقت کنید یعنی a b c d صحیح پس این 4 چار... این چی میشه زاویه اضافه میشه پس غلط است پس ما و شما فقط باید یک تا خط رسم کنیم درست است دو تا خط رسم کنیم چهار مثلث میشه ولی جواب ما شما چی میشه غلط میشه چرا چون این زاویه وسط با ما شما حساب میکنه که یار ما نمیخوایم صحیح پس این را فهم فکر باشه که یک تا قطر رسم و دو تا قطر رسم نکنید خب آری شاگرد عزیز یک پنج زلی اگر ما او شما داشته باشیم چه رقم میشه یک پنج زلی اگر ما او شما داشته باشیم بون ما ده اینجا شکلش بکشم. یک دو سه چهار و اینی پنج یک پنج زلی باشه مجموع زوای داخلی از چی میشه به شک شاگردای عزیز میکنم از یک رأس فرق نمیکنه کدام رأس شما انتخاب کنیم من از, از این رأس انتخاب میکنم و دو قطر از این رأس میکنم به شک صحیح پس یک رأس انتخاب کرده از همون رأس قطرا رو رسم میکنی هر چند تا قطر میشه باید رسم میکنی که در اینجا چند میشه دو قطر میشه پس چند مثلث جور شد یک مثلث دو مثلث و سه مثلث صحیح هر مثلث زاویه داخلی از چند درجه است 180 پس 5 زلی چی میشه میشه 3 ضرب در 180 جواب چند میشه 3 ضرب در 180 بسازید میشه 300 6 24 240 پس میشه 540 درجه پس شاگرده عزیز یک 150زلی مجموع زوای داخلی از چند درجه میشه؟ 540 درجه چرا؟ چون سه تا مسلس میتونیم جور کنیم خب شاگردان زیر شما بگید یک شش زلی چی میشه یک شش زلی چند تا مثلث جور میشه فقط همین نکته شمیست که تو یک رسم انتخاب کردی از همو قطره رو باید رسم بسازی است پس ما شش زلی رو اینجا شکلش میکشیم براتون یک دو سه چهار پنج و شش خب قطرا از رف کنی شاگرد عزیز از کدام رف فرق نمیکنه از هر رفی که دلت شد خب فقط من این انتخاب میکنم یک یعنی دو قطر و یعنی سه قطر چند مثلث میشه؟ یک، دو، سه و چهار مثلث سه است؟ خب آلی هر مثلث چی میشه؟ 180 درجه پس جواب چی میشه؟ چهار زب داره 180 درجه چند میشه؟ چهار یک سد, سد. سی و دو میشه چند؟ 720 720 درجه سه است؟ پس عزیز باید میشه شما میتونید فقط باید ببینید که چند زیلی شما ما و شما چند تا مثلث جور میشه پس یک تا فرمول کلی ما باید جور میکنم شاگرد عزیز پس مجموع دقت کنید مجموع زاویه های داخلی یک چند زلی چی میشه جوابش میشه این منفی دو زب در یکصد و درجه خب این چی هست شاگرد عزیز؟ این همو تعداد زل های همو چند زلی است به عنوان مثال چار زلی ما و شما چند تا زل دارد؟ چهار تا زل داره آفرین، به این چهار بان به این قیمت و چهار رو چهار منفی دو چی میشه میشه دو پس چون دو تا مثلث میشه دو مثلث ضرب در 180 میشه 360 درجه پنج زلی ما و شما پنج ما و شما چند تا مثلث میشه به جای این چند میمانیم به جای این پنج میمانیم صحیح پنج منفی دو چند میشه میشه سه آفرین چند تا مثلث شده سه تا شده پس سه زب در 180 میشه 540 درجه درست است خب شش زلی چی میشه شاگرد عزیز 6 زلی به جای این شش, شش منفی چه دو چند میشه جواب 4 میشه چهار زب در 180 میشه 720 درجه درست است چون چهار تا مثلث میشه خب شاگرد عزیز آل یک ده زلی چند تا مثلث جور میشه به جای این باید چند بانه باید در عوض کنیم فارین ده منفی دو چند میشه 8 میشه 8 تا مثلث حالی او 8 زب در 180 میکنی و جوابش دریافت میکنی درست است خب شاگرد عزیز و گرامی تخته رو پاک میکنیم و چند مثال دیگه هم کار میکنیم درست است خب شاگردای عزیز یک مثال دیگه کار کنیم مثال اما مثالی که اعمال گفتم براتون مجموع زاویه داخل یک ده زلی رو گفته دریافت کنید پس نوشته میکنم سوال با ما و شما گفته که مجموع زاویه های داخلی یک ده زلی را دریافت کنید سیست را دریافت کنید خب شاگرد عزیز فرمول اول براتون گفتم چی بود فرمول مجموع زوایای داخلی چی میشد مجموع زوایا یا زاویه های داخلی جوابش میشد این منفی دو زب در یکصد و اشتاد درجه سعیست این فرمولش بود که این ما و شما چی است؟ این ما و شما امو تعداد ازلای چنزلی ما و شماست آلی با ما شما گفته چند زلی گفته؟ ده زلی گفته آفرین پس بجای این چند عوض میکنیم؟ در عوض میکنیم پس جواب چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه ده منفی دو زبدر در یکصد درجه سعیست؟ ده منفی دو چند میشه جوابش؟ ده منفی دو میشه اشت اشت در یکصد اشتاد خب زرد کن چند میشه؟ یکصد مگ زب در 8 بسازم سفر سفر کرد شش چند میشه؟ چارده سایست یک و چل درجه پس جوابش میشه چند؟ مساوی است با در دا اینجا داریم یک هزار و چل درجه سایست پس مجموع زوایای داخلی یک دهزلی منتظم چند شد؟ یک هزار و چل درجه چرا؟ چون چند تا مسلس میشه؟ اش تا مسلس میشه اگر ما و شما یک دهزلی بکشیم در ده کتابچه خودتون بکشین سایست یک دزلی بکشین و از یک رأس بیاین کل قطرایی که میتونین چی کنین رسم کنین و چند تا مثلث جور میشه 8 تا مثلث جور میشه درست است و هر مثلث 180 درجه است 8 ضرب در 180 میشه چند 1440 درجه درست است شاگرد عزیز پس فهمید چی رقم شد دیگه نه خب شاگرده عزیز آلی سوال به این شکل اگر به ما و شما بگه شاگرد دقت کنید اگر به ما و شما بگه که مجموع زاویه های داخل یک ده منظم را دریافت کنید خب فرق نمی کنه ده زلی چی است فرق نمی منظم باشه منظم نباشد منظم یاد تا چی بود منظم گفتیم چند ضلعی که تمام زل ها و زاویه های از او چی باشد با همدیگه مساوی باشد با اون می گفتیم چند منظم در درس های گذشته خوانده بودیم درست است خب آلی سوال تبدیل کنم گفته مجموع زاوی های داخل یک ده منظم منظم را دریافت کنید خب ما و شما فرق نمی کنیم. منظم باشه منظم نباشد همین فرمول صحیح است ده را ما میتونیم دریافت کنیم اما سوال وقتی به ما و شما میگه منظم بعد از سوال دیگه میاره با اون میگه که خب یک تا زاویه از او چند درجه میشه خب کل زاویه چند درجه بود؟ جمع کلش چند؟ یک, یک درجه درست است؟ یک درجه خب چند زلی؟ چند ده، ده زلی است؟ زلی، چند زاویه دارد؟ ده زاویه دارد چون منظم است پس زاویه از کلش با هم دیگه چی است؟ مساوی است پس ما و شما چه میکنیم؟ امی 1440 تقسیم بر ده میسازیم تا یک تا زاویه دریافت شود چون منظم است او. اگر منظم نباشه ما نمیتونیم رساب حساب کنیم صحیح چون منظم است یعنی تمام زاویه با هم دیگه مساوی است پس یک یک زاویه ده منظم دقت کنید ده منظم بودنش بسیار مهم است اگر منظم نباشه ما یک دریافت نمیتونیم مجبور دریافت میتونیم اما اگر منظم باشد یک هم دریافت میتونیم چی میشه میشه 1440 درجه تقسیم بر ده میسازیم سایست تقسیم بر ده بسازین این صفر کت میتونه خلاص کنید پس میشه یکصد و چلو تقسیم بر یک که یکم نویشتن نمی کنید پس میشه یکصد و چلو درجه سیف پس شاگرده عزیز اگر سوال با ما و شما به شکل گفت و اگر منظم بود یک تاش میتونیم دریافت کنیم اما مجموعه که دریافت کردیم تقسیم بر همون تعداد می میکنیم و چی میشه یک تا زاویه دریافت میشه درست است پس شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما خلاص شد و چی بود یک بار دیگه مرور میکنیم درس امروز ما و شما اول چی رو گفتیم اول آمدیم گفتیم که چند زلیار به دو دسته کلی تقسیم میکنیم محدب و مقر سیست و گفتیم وقتی که میگیم چند زلی منظور ما چند زلی محدب است ولی مقر باید 100 درصد ذکر شوه بگه چند زلی مقر باید گفته شوه درست است اما اگر فقط میگیم چند زلی منظور ما و شما چند زلی محدب است درست است و چه خوانده بعد از او گفتیم که ما و شما اگر بخوایم مجموع زاویه های داخلی یک چند زلی دریافت کنیم باید ببینیم به چند مثلث میتونیم رجوع کنیم چون هر مثلث 180 درجه است درست است و میبینیم که چند مثلث جور میشه و امور ضبط در 180 میکنیم و جواب دریافت میکنیم و فرمول کلی هم به این میرسیدیم مجموع زاویه داخلی یک چند زلی منظم یا غیر منفق نمی منظم باشه نباشه فرق نمی‌کنه مجموع زاویه داخلی یک چند زلی مساوی است با n منفی دو ضبط در 180 n ما و شما چی است تعداد زل هاست درست است خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما خلاص شد پس مجموع زاویه داخلی یک چند زلی را ما شما خواندیم و فرمولش دیدیم که چرا رقم میتونیم دریافت کنیم درست است خب پس درس, درس امروز ما شما همی بود خواندیم اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 134 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم بگین خودتان 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز شاگردای عزیز و گرامی پایان درس هفتم از فصل پنجم شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک می سپارم.